بسم الله الرحمن الرحیم. باز هم خوش آمدین به یکی از درس‌های جدید از کورس وب پیشرفته با زبان PHP. موضوعاتی که در سلاید قبلی هم اشاره کردیم عبارت زبان PHP بود که یکی از زبان‌های سرور ساید یا اسکریپت نویسی هست که به طرف سرور اجرا میشه، اوپن سورس است و مخفف هایپر تکست پری پروسسر می باشد. به این معنا که کدای PHP قبل از به این مفهوم که اطلاعات قبل از تبدیل شدن به زبان HTML توسط PHP تحت پروسس قرار داده میشه. بیشتر سینتکس ها و دستورات PHP مشابه به زبان سی و جاوا هست و ما میتونیم توسط PHP صفحات داینامیک یا صفحات متحرک در بخش وبسایت طراحی کنیم. خب این هم بود موضوعاتی که در بخش تاریخچه‌اش بود که اولین بار توسط راسموس لردوف ساخته شد. در قدم اول به نام PHP به نام پرسونال هوم پیج بود، اما بعدا این از حالت پروژه شخصی بیرون شد و در سال 1997 تعداد استفاده کنندگانش تقریبا به 50,000 رسیده بود و این هم کار کردش بود که چطور PHP کار میکنه یا وقت زمان که ریکوست به سرور میره و تحت پروسس قرار میگیره، کدایی که در بخش PHP از انترپریت یا اجرا میشه و بعدا رسپانس توسط خود به حالت HTML در براوزر به کلاینت نشان داده میشه. خب اهدافی که در این درس داشتیم به معرفی PHP پرداختیم. خصوصیاتی که زبان PHP داره، قسمت اولش مهمترین خاصیتش عبارت از اوپن سورس بودن زبان PHP هست. PHP زبان امبیدد است، یعنی میتونیم در داخل فایل PHP از تگای HTML هم یا از کدای CSS هم استفاده کنیم. کنترول استرکچر ها را سپورت میکنه. زبان هست که به شکل لوزلی تایپد لنگویج است، به این معنا زمانی که ما متحول تعریف میکنیم نیاز به این نداریم که دیتا تایپش از قبل تعیین کنیم یا قبل از نام متحول نویت دیتایش بگیم. دارای سیکیوریتی و امنیت بالا هست و این یک PHP کمیونیتی بزرگ هست که میتونه هلپفول یا قابل مفاد بیشتر باشه. از وب سرورهای مختلف سپورت میکنه، پشتیبانی میکنه. در بخش ایرر ریپورتینگ ما بعدا درسای ما خواهد رسید که در اینجا ما میتونیم با استفاده از زبان PHP ایرر هندلینگ هم انجام بدیم و همچنان یک رنج بزرگ از دیتابیس ها را سپورت میکنه. پلتفرم اندپندنس است، به این معنا که به نام کراس پلتفرم هم یاد میشه که بالای اکثریت پلتفرم‌ها قابل رن یا اجرا میشه. به این معنا که به زمانی که من زبان PHP استفاده میکنم این مهم نیست که پلتفرمی که من استفاده میکنم ویندوز است، لینکس است، مک است یا هر پلتفرم دیگه که باشه. سینتکسش خیلی ساده و آسان است، یاد گرفتنش آسان است به خاطر که سینتکسش معمولا با زبان‌های سی و جاوا مشابه هست و او زبان هایی است که اکثریت با او سر و کار دارن. بنان یاد گرفتن PHP هم برای کسایی که با او زبان ها آشنا باشن ساده و آسان است و همچنان دارای پرفارمنس یا مؤثریت یا قابلیت اجرای بالا هست. این در کل خصوصیات هست که امروزه زبان PHP به یک زبان معروف و مشهور تبدیل شده و این هم کار کردش بود. توانایی های زبان PHP، ما توسط PHP میتونیم صفحات داینامیک ایجاد کنیم، توسط زبان PHP میتونیم فایل ها رو به طرف سرور هم ایجاد کنیم، هم میتونیم ویرایش کنیم و هم میتونیم حذف یا دلیت کنیم. همچنان اطلاعات توسط PHP میتونیم در دیتابیس ذخیره کنیم، اپدیت کنیم و یا هم حذف یا دلیت کنیم. معلوماتی که در فرم ها از طریق وبسایت ها جمع آوری میشه یا در وبسایت هایی که از طریق وبسایت ما میخواییم معلومات از یوزرها بگیریم، در اونجا فرمایی هست که در زبان HTML آماده شده یا ساخته شده. پس بنابراین زمان که به طرف سرور میره، ما توسط زبان PHP میتونیم معلومات از اینا را از فرما جمع آوری کنیم و همچنان توسط زبان PHP میتونیم حق دسترسی را به صفحات وب خود محدود بسازیم، یعنی سیکیوریتی یا امنیت بالا ببریم. به این معنا که زمانی که ما با زبان PHP کار میکنیم، یک بیسیک نالج یا یک فهم از زبانهای HTML و CSS هم داشته باشیم. اهمیتی که زبان PHP داره، شاید زبانهای دیگه هم باشه که امی خصوصیات داشته باشه یا امی کارهایی را که ما با زبان PHP از قبیل داینامیک ساختن یا جمع‌آوری معلومات فرم
یا همچنان میتونیم بگوییم برش سیکیوریتی را شاید با زبان دیگه هم انجام داده بتانیم. اما اهمیت که امروز زبان پیش بی معروف شده و خوبی هایی که نظر به دیگه زبان های سربر سایت داره ای است که زبان پیش بی دارای سرعت بالا هست و همچنان اوپن سورس است، دارای کود باز است، آموختنش با آسانی است، یعنی به این معنی که ساختار یا سینتکسش مشابه به زبان سی یا زبان های دیگه برنامه نویسی هست، نیازمند به کمپایلر برنامه نداره و خوبی دیگه شمی است که کراس پلتفرم یا ملتی پلتفرم هست، بالای اکثریت پلتفرم قابل اجرا هست و سطح امنیتش هم بالا هست. به می شکل در صورت که شما از پلتفرم لینکس استفاده میکنین، یونکس استفاده میکنین، مک یا هر پلتفرم دیگه که استفاده میکنین با زبان پیش بی سازگاری داره. اوپن سورس هست، شما به شکل رایگان میتونین دانلود و استفاده کنین و خوبیه که دیگه که پیش زبان پیش بی نظر به دیگه زبان های سرور سایت داره ای است که معمولا سازگاری با اکثریت سرورهایی داره که امروز استفاده میشه. فرق نمیکنه که ما به خاطر اجرا کردن کودای پیش بی از اپاچی سرور استفاده کنیم یا از آی آی سرور یا کدام سرور دیگه، معمولا تقریبا اکثریتشان امروش سازگاری داره و همچنان یک واید رنج آف دیتابیس را سپورت میکنه یا حمایت بزرگ از دیتابیس ها را داره. زمانی که ما یک صفحه وبسایت یا یک وبسایت خود صفحاتش را میخواییم به صفحات داینامیک تبدیل کنیم، فرق نمیکنه که در عقب از او یا در بک‌گراند از او یا در بک‌اند کدام دی بی ام اس استفاده میشه، MySQL باشه، اوریکل باشه، هر دیتابیس هایی که معمول است و مروج است و استفاده میشه پیش بی است با تمامشان حمایت میکنه و سپورت میکنه. پس از اهمیت زبان پیش بی، خوبی هایی که امروز زبان پیش بی را معروف و مشهور ساخته. حالا وقت زمانه که معلومات در مورد خوبی هایش، توانایی های زبان پیشی و یک زبان پیش بی چگونه یک زبان است دریافت کردیم و حالا می خواهیم که کار کردن با زبان پیش بی را عملا بیاموزیم، پس کدام نیازمندی ها یا کدام ضروریات ما باید داشته نیاز داریم یا کدام ضروریات نیاز است که با زبان پیش بی بتانیم کار کنیم. در قدم اول ما به یک ویرایشگر متن یا تکست ادیتور نیاز داریم. فرق نمیکنه که از نوت پد استفاده میکنیم، نوت پد پلاس پلاس، دریم ویور، هر تکست ادیتور که باشه، فقط یک ویرایشگر باشه که ما در اونجا بتونیم کدای پیچ بی را تایپ کنیم. بعد از او به محیط خود زبان پیچ بی نیازمند هستیم که در انترپریتر زبان پیش بی موجود باشه و کدا به طرف سرور اجرا شود. به این معنی که پیش بی چون یک زبان سرور ساید است، پس ما نیاز به یک سرور داریم، یک وب سرور داریم تا کدای پیش بی عملا در اونجا رن کنیم، چون قبلا هم گفتیم که پیش بی نمیتونه به طرف کلاینت اجرا شود و به خاطر که ما بتانیم انزر دلیت اپدیت و بعض کارهایی که با دیتابیس ها انجام میتیم از طریق پیش بی انجام بتیم، پس ما نیازمند به یک دی بی ام اس یا دیتابیس منیجمنت سیستم هستیم و چون پیش بی کار کردش عملش به طرف سرور انجام میشه و نتیجه در مرورگر یا وب براوزر به کلاینت نشان داده میشه، پس بنابراین ما نیاز داریم که مرورگرهای مختلف انستال کرده و نتایج خود در آنها ببینیم. پس این هم از ضروریات یا لسته که ما نیاز داریم به خاطر کار کردن با زبان پیش بی داشته باشیم. خب مهمترین چیزی که نیاز است عبارت از سرور است که ما میتونیم از اپاچی سرور استفاده کنیم، انترپریتر خود زبان پیش بی هست و همچنان دی بی ام اس که در اینجا مد نظر گرفته شده، MySQL، چون ما یکی از خوبی های زبان پیش بی را گفتیم که با اکثریت دی بی ام اس ها یا دیتابیس منیجمنت سیستم ها سازگار است، ولیکن معمولا اکثرا سایت ها پیش بی با دی بی ام اس و MySQL نتیجه خوب داده و معمولا خیلی سایت ها به اساس از این استوار است و کار کرده. پس یک راه ای است که ما اپاچی سرور جدا از سایتش بگیریم، انستال کنیم، پیچ بیره از سایتش جداگانه بگیریم، سافتیرش انستال کنیم و همچنان MySQL از خود سایت dev.mysql.com جداگانه بگیریم، انستال کنیم. پس به خاطر از اینکه راه ساده تر یا راه آسان تر را پیش بگیریم، ما میتونیم از پکیج های آماده یا از پکیج هایی که از قبل وجود داره هم استفاده کنیم. طور مثال
یکی از او پکیج هایی که امروزه خیلی کاربرد داره و استفاده میشه عبارت از پکیج زمپ است. زمپ خودش یک نرم افزار است، یک سرور مجازی هست که به خاطر ساختن لوکال هاست برای کامپیوتر استفاده میشه و این نرم افزار میتونه بالای سیستم عامل های ویندوز، لینکس و مکنتاش کار کنه، یعنی نسخه های مختلف داره که کراس پلتفرم است، یعنی در هر پلتفرم کار میتونه. و این زمپ هم میتونیم که به شکل رایگان از خود سایت رسمیش که به نام apachefrance.org است دانلود کنیم و بعدا دارای سرورهایی که هست در داخل زمپ، ما هم میتونیم سرور MySQL داشته باشیم، هم میتونیم سرور اپاچی را داشته باشیم و همچنان سرورهای دیگه. پس بنابراین به جای از اینکه هر کدام جدا جدا بریم از سایتش اینستال کنیم و بعدا عیار بسازیم، ما میتونیم از پکیج زمپ یا پکیج وامپ یا هم قسم نرم افزارهای دیگه به نام ایزی پی اچ پی هم میتونیم استفاده کنیم. پس حالا اگر بخوایم عملا ببینیم که زمپ چطور دانلود میشه و چطور انستال میشه، به سایت رسمیش که عبارت از apachefrance.org است میریم. در اینجا زمان که ما به سایت apachefrance.org میریم، در اینجا زمپ بر ما نمایش داده میشه که مخفف اپاچی ماریو دی بی که یکی از ورژن‌های MySQL است و همچنان زبان PHP و سپورت زبان پیرل داره. در زمانی که به سایت آمدیم، در اینجا نظر به پلتفرمی که ما استفاده میکنیم، در صورتی که از پلتفرم ویندوز استفاده میکنیم اینجا زمپ فار ویندوز، در صورتی که لینکس یوزر هستین و از لینکس استفاده میکنین میتونین بالای ازی دانلود کلیک کنین و اگر از مک استفاده میتونین یا از OS operating system استفاده میکنین میتونین که ازی ورژن استفاده کنین. پس ما فعلا به خاطر که ویندوز یوزر هستیم بالای ازی کلیک میکنیم و بعدا سافتویر را منتظر میباشیم که در قسمت آخر دانلود شود. بعد از اینکه دانلود تکمیل شد و سافتویر دانلود شد، مراحلی که به خاطر انستالیشنش تایم میکنیم عملا انجام میدیم و بعد از او کدای PHP را به داخل سرور اپاچی رن میکنیم. خب حالا یک مدت منتظر می باشیم تا این مکمل دانلود شود و بعد از اون مراحل انستالیشن شکار می کنیم تا درس بعدی. الان یه دارد.